فردا به نام خدا و به یاد شهدا هموطنان گرامی را درود و سلام بومان علی قاسمی هستم که از شبکه دیروز امروز و فردا در خدمت شما می باشم هموطنان و شنوندگان گرامی چنانچه در قسمت های گذشته نویسنده شهیر و تاریخ نگار مشهوری کشور علام فعض محمد کاتب هزاره را خدمتتان معرفی نمودم و شناختی در مورد این چهره درخشان و تاریخ نگار نخبه و بیبدیل کشور حاصل نمودید اکنون خوب است که کمی در مورد کتاب سراج التواریخ بزرگترین اثر ماندگار از علامه کاتب و با ارزشترین منبع تاریخ گذشته افغانستان در 200 سال اخیر کمی معلومات حاصل نماییم. چنانچه در قسمت معرفی مرحوم کاتب بیان داشتم که کتاب سراج و تواریخ دومن و بزرگترین اثر علامه کاتب است. کاتب کار نگارش این کتاب را نیز به دستور امیر حبیب الله خان آغاز نمود، برای نوشتن این اثر چنان چه در بخش های گذشته یادآور شدم اسناد زیادی به دستور امیر حبیب الله از آرشیف شاهی دریافت نمود فرمانها و اسناد محرم دولتی در اختیارش قرار داده شد علاوه بر اسناد ملی و دولتی کاتب از اسناد شخصی که توسط دوستانش گرد آوری شده بود نیز در نگارش و تکمیل سراج التواریخ استفاده نمود نامورده تاریخی را نوشت که از نظر محتوا تاریخی کم نظیر به شمار می آید. سراج و تواریخ که از آثار دوران پختگی و کسب تجربه های کافی نویسندگی و ایمی باشد به هزینه بودجهی سلطنتی چاپ کردید. این اثر که نخستین کتاب جامع در مورد حوادث و رویدادهای تاریخی کشور و عملکردهای دولتهای افغانستان به حساب می تا کنون معتبرترین و مستندترین تاریخی است که در مجامع علمی، تاریخی و فرهنگی افغانستانی و خارجی هنگام نگارش و داوری روی کارنامه های دولت های افغانستان بر آن استناد نگردد. تاریخ که بعدا نوشته شده اند همه از محتوای غنی و اسناد دقیق سراج التواریخ استفاده کرده اند. ملا فیض محمد کاتب هزار سراج التواریخ را با تکالیف زیاد و بیدار خوابی های طولانی در پنج جلد تکمیل نمود. سه جلد اول آن را به خط زیبای نستعلیق نوشت و به امیر حبیب الله خان تقدیم نمود. امیر این کتاب را تقدیر کرد و امر چاپ آن را صادر نمود. مرحوم کاتب در جلد اول و دوم سراج تواریخ و قای و رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر زمامداران دودمان صدوزایی و محمدزایی را از زمان حکم روایی احمد چای درانی در جمادی سال 1160 هجری قمری تا آغاز حکم روایی امیر عبدالرحمن خان در 1297 هجری قمری را شرح داده است. جلد سوم سراج التواریخ که از وقایع سال 1298 هجری قمری آغاز می گردد بیشتر به محتوای رخدادهای جنگ دوم افغان و انگلیس و به ویژه به دوران امارت عبدالرحمن خان پدر امیر حبیب الله تعلق دارد بنا به تاریخ تاریخنگاران و فیض محمد کاتب هزاره جلد سوم سراج التواریخ رویدادهای تاریخی افغانستان را تا حوادث سالهای 1319 هجری قمری در برداشت اما این وقایع صرف تا سال 1314 هجری قمری به چاپ رسیده حوادث پنج سال اخیر جلد سوم آن اجازه چاپ نیافت و در همان نسخه قلمی باقی ماند در حقیقت همین جلد سوم کتاب سراج التواریخ انعکاس دهنده همه مصائب اقوام و مردم افغانستان به ویژه تاریخ خونین مردم هزاره را با حقایق واقع بینانه بیان داشته و در نگارش آن سعی شده است تا با استفاده از شیوه ها و روش های ادیبانه ظلم های اصل تاریک عبدالرحمن خان باستا به روشن یابد تا چیزی از قلم باقی نماند جلد چهارم سراج التواریخ و دوران زندگی و زمامداری امیر حبیب الله خان را تا وقوع حادثه قتل او در کلگوش لغمان در بر دارد و مرحوم کاتب آن را در سال 1306 هجری شمسی تکمیل نمود جلد پنجم سراج تواریخ به خط خود کاتب هزاره نوشته شده که احوال هشت سال و سیما سلطنت امان الله خان در آن درج می باشد هم عزیز نخست باید دانست که با روی کار آمدن زمامداری یا دودمان صدوزایی و محمد زایی ها در افغانستان بیشتر وقتها کشور گرفتار جنگ های داخلی بوده و مردم افغانستان قربانی سیاست ها و جنگ های قدرت بین برادران و عموزاده ها بودند و همیش زمامداران این دو دودمان برای به دست آوردن اقتدار سیاسی به هر دروازه خارجی و ابرقدرت بیرونی دست التماس دراز نمودند تا بتوانند رقیب یعنی برادر یا برادرزاده و یا عمو و عموزاده خود را مغلوب و خود بر مسند حکومت افغانستان تکیه بزند یکی از چهره های خشن و جنایتکار این دودمان عبدالرحمن خان بود عبدالرحمن فرزند محمد افضل خان و نواسه امیر دوست محمد خان که نخستین بادشای دودمان محمد بود می باشد. عبدالرحمن برای به دست آوردن قدرت سیاسی علیه کاکایش امیر شیر علی خان بغاوت کرد که در نتیجه شکست خورد و بعد شکست به بخارا فرار کرد. از آنجا بعد از تعهد با دولت روس تزاری وقت و با حمایت روسیه دوباره وارد افغانستان شد. تا کاکایش امیر شیرالی را شکست داد و در نتیجه بعد از مرگ امیر شیرالی در سال 1880 میلادی پس از معاهده با کشورهای بریتانیا و روسیه زمام حکومت کابل را در دست گرفت. با روی کار آمدن عبدالرحمن شمار زیادی از سران اقوام پشتون، هزاره، تاجک و ازبک علیه عبدالرحمن که با پشتوانی مستقیم خارجیها حکومت را در دست گرفته بود بنای مخالفت را گذاشتند. در آن وقت افغانستان به یک کشوری ملک التواییفی میمون که هر قوم و قبیله بیشتر توسط حکومت محلی خودشان اداره میگردید که در رأس این حکومت ها بیشتر خانها و ارباب بزرگ و صاحب نفوذ محلی قرار داشتند. شنوندگان گرامی و کنون شمار از قسمتهای سراج و تواریخ را که در باره تلخترین و جخونبارترین جنایات امیر عبدالرحمن که علیه اقوام ساکن در افغانستان و بالخصوص هزاره ها انجام داده و از کشته های رعیت خود کل مناره ها ساخته بود طبق نوشته علامه کاتب به طور اختصار بیان می دارن. آقای عباس دلجو در کتاب هزاره و حاکمیت های استبدادی یک ست سال اخیر جلد اول در مورد چگونگی حکومت امیر عبدالرحمن چنین می نگارد. مدارک و شواهد تاریخی نشان می دهد که امیر عبدالرحمن برای تثبیت پایه های حاکمیت استبدادی و تداوم قدرتش جوی خون از تمام مردم افغانستان به ویژه از هزارها جاری کرد. آقای دلجو با درج اسناد معتبر تاریخی از نوشته های تاریخ نویسان خارجی و داخلی در مورد کشتار اصر عبدالرحمن وجدانهای آزاد و عدالتخواه را به قضاوت در مورد این امیر ستمگر فرا می اینشان ایشان علاوه می کند که عبدالرحمن با دامن زدن روحیه نفاق و دورنگی تمام ملیت ها و اقوام و مذاهب را به جان هم می انداخد. اقوام قبایل درانی و محمد زایی را تحت نام اقوام شاهی علیه ملیت های دیگر بسیج کرد اقوام وردک، سلیمان خیل، اندری و غیره را زیر نام اقوام غیر درانی ملیت های تاجک و ازبک و غیر اقوام ترکستان زمین را به نام غیر پشتون ملیت مظلوم نورستانی را به نام کافر و ملیت هزاره را به نام شیعه و غیر مسلمان زیر شکنجه و عذاب قرار داد عبدالرحمن قبایل پشتون را هم تقسیم بندی نموده بود که در اثر همین تقسیم بندی قبیلوی و امتیازگیری بیشتری دورانی ها و در رأس آن محمد زایی ها بود که ملا عبدالکریم اندر با همکاری سران قبایل غلزایی چون شنوار، مومن، ترکی، هوتک، نسیری، سلیمان خیل و غیره قیام گسترده را علیه حکومت عبدالرحمن براه انداختند. شهید محمد عیسای غرجستانی در کتاب کلمونارها در افغانستان فصل سوم در بخش اوج قیامه های ملی علیه امیر عبدالرحمن شرح مفصلی از قیامه های مردم افغانستان علیه حکومت دست نشانده بریتانیا و کشتار مردم افغانستان توسط حکومت عبدالرحمن را به استناد از کتاب سراج و تواریخ علام فعیز محمدی کاتب مفصل نوشته است. یکی از خصمانه روش جنگی که مستقیم به دستور امیر عبدالرحمن انجام می شد ساختن کل ها از سران قطع شده کشته و اسیرهای جنگی مخالفین بود. طبق اسنادی تاریخی نخستین کل مناره ها در عصر حکومت عبدالرحمن از شهدای مردم ترک علی خیل و تغر در سال 1878 میلادی ساخته شد. در مورد قتل هم و کشتار بیرحمانی مردم شنوار و مومند که علیه دولت امیر عبدالرحمن قیام نموده بودند، علام فعیز محمد کاتب در سراج تواریخ می نویسد. بامداد روز 24 رمضان سواران نظام را معمور سربریدن کشتگان نمود. که هم سرها را ببرند و هم کشته شده های اشرار را معلوم نمایند چنانچه چهار سد و پنجاه سر از اجساد کشته شدگان جدا ساخته باقی را که از تابش و حرارت آفتاب بقایت بویناک بودن بریدن نتوانستند و سرهای بریده شده را که به حکم جنرال غلام چرخی در قرب قلعی کتالخان توخی مناری ساختند. آقای دلجو با ذکر منابع اسناد و شواهد از سراج تواریخ می نویسد که امیر عبدالرحمن چندین بار به سران لشکر از دستور داده است که از سرهای بریده یا کشته شدگان مناره درست کنند یکی از این جنگ ها با اهالی دره حسارک اچین منگل و انبخیل مشرقی بود که امیر به فرماندهانش دستور داد تا اثرهای بریده آنان کل مناره ها درست کنند آقای دلجوبه استناد از زبان شخص امیر عبدالرحمن به نقل از کتاب تاج و تواریخ نوشته امیر عبدالرحمن خان می نویسد که من دستور دادم تا از سرهای تمام آنانی که در جنگ کشته شده ان دو منار بزرگ یکی در جلال آباد و دیگری در منطقه مسکونی شامت که آنان را تشویق به چورش کرده بودند بسازند به هر حال مردمی که این کلم منارهای شورشیان را می خواهند فهمید این است سزای شورشیان نقل از کتاب تاج التواریخ نوشته امیر عبدالرحمن در سالهای 1888 و 1889 قیام ترکستان را سرکوب نمود که از سرهای کشته های آنها به حکم امیر کلمون رها ساختند. که امیر عبدالرحمن با افتخار از این کشتار در کتاب تاج التواریخ می نویسد و سرای ازبک را به تیر بستم تمام آنهایی که در طول سه سال شورش به این شکل مجازات شدن بیش از پنج هزار نفر بودند. و افرادی که توسط لشکریان کشته شدن قریب به دوازده هزار نفر می رسید. من دستور دادم که از سرهای مخالفان مناری برپا گردد تا در دل کسانی که زنده مانده اند وحشت ایجاد شود. مردم بدخشان در سالهای 1882 و 1889 میلادی علیه حکومت دست نشانده انگلیس یعنی امیر عبدالرحمن قیام نمودند اما توسط قوای امیر سرکوب گردید که در این مورد نیز امیر عبدالرحمن در کتاب چاج تواریخ می نویسد کسانی را که اسیر می شدند من به دهانی توپ می گذاشتم که در مدت سه سال اختشاش در بدخشان شماری کسانی را که من به این قسم کشته ام تقریبا به پنج هزار نفر می رسد و شماری کسانی که از دشت لشکری من کشته شدند به بیش از ده هزار نفر بودند اما امیر عبدالرحمن در هزارستان با رویش های گوناگون مردم را نه تنها کشت و از سران کشته ها کل ها ساخت بلکه با تبلیغ و فتوای کفریتی هزارها دست به نسل کشی آنها زد و بنا فتوای حکم بیدینی و کفریت آنها را که صادر نمود در نتیجه بعد از شکست هزارها و پیروزی لشکریان امیر زنها و مردان غیر جنگی را نیز اسیر گرفتند و آنها را به کنیزی غلامی و بردگی کشاند و در بازارهای شهرهای چون کابل و ها و هیرات به فروش میرسند در مورد قتل عام هزاره ها مدارک و شواهد تاریخی زیادی گواهی می که امیر عبدالرحمن خان با برنامه از پیش تعیین و تحریزی شده قصد نابودی و نسل کشی کامل هزاره ها را داشت و طبق تطبیق و عملی کردن همان برنامه بود که امیر و لشکریانش دستور سریح کشتار گسترده هزاره ها عم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک را داده بود که در این مورد سراج التواریخ در مورد دستور امیر و سران قبایل پشتون که هم پیمان با امیر شده بودند می نویزد. سعی دارید در اتمام کار آن طایفه نابکار هزاره کوشیده نگذارید که نامی از ایشان در ملک باقی بماند دمار از روزگار مردم هزاره کشیده و وجود ایشان را از مملکت مردم افغانستان نیست و نابود کنند در قتل و تاراج مردم هزاره احمال و تعطیل را جایز نشمرده فریب این قوم را که دشمن خدا و رسولان نخورده سرهای هزاره ها از من باشند مال، زمین، زنان، دختران و پسران هزاره ها از شما باشند آقای عباس دلجو بر روایت اسناد از سراج تواریخ و نوشته تاریخ نویسان معاصر می که امیر عبدالرحمن در نتیجه تطبیق این برنامه خانمانسوز نسل کشی نزدیک به 62 درصد نیروی انسانی جامعه هزاره را از نگاه فیزیکی نابود و شمار زیادی را وادار به فرار به کشورهای همجوار نمود و این عده از هزاره که فرار نتوانسته بودند سرنوشتشان را با اسیری و زندان بردگی و کنیزی و فقر و تحقیر و دهها ها و ظلم دیگر رقم زدند در تمام جنگ های قبایل که علیه حکومت امیر عبدالرحمن قیام نموده بودند فقط مردان جنگی که در میدان نبرد حضور داشتند کشته و یا اسیر می و از سرهای آنها کل منارهها ساخته می شد اما هیچگاهی به مال دارایی و جان انسان های بیگناه و ناموس مردم دیگر مناطق که مخالف حکومت هم بودند تجاوز صورت نمی گرفت و هیچ فرد به غلامی و کنیزی گرفتن نمی شد و هیچ فرمانی برای نابودی کامل آنها صادر نشده بود اما این جنایت حولناک و نسل کشی فقط علیه هزاره ها به کار رفت در حالی که مانند دیگر اقوام هزاره ها هم در قیامه های نخست بیشترشان همکار و تابع دولت امیر بودند و فقط چند طایفه دست و شورش زده بودند در این مورد آقای لام تیمور در کتاب تاریخ ملی هزاره با استناد از سراج تواریخ جلد دوم و همچنین اسناد بایگانی وزارت خارجه روسیه می نویسد که در سال 1866 محمد افضل خان و فرزند وی عبدالرحمن خان از میرهای دایزنگی، دایمرداد و میرهای بامیان کمک های در حدود 2000 خروار گندم و جو، 100 خروار روغن، 30000 رأس گوسفند دریافت داشتند. طبق این سند شمار زیادی از سران و میران هزاره در به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمن نقش عمده را داشتند. و حتی طبق اسناد سراج التواریخ میر محمد عظیم بیک میری دایزنگی در سال 1887 از جمله نخستین میران هزاره بود که حکومت کابل را به رسمیت شناخت و در عوض لقب سرداری را به دست آورد و سالانه 1660 روپیه حقوق برایش مقرر شده بود همچنین تیمور خانوف در کتاب تاریخ ملی هزاره با استناد از کتاب سوسیالیزم و جنگ می نویسد که در سال 1880 میلادی هنگامی که امیر عبدالرحمن خان برای به دست آوردن قدرت در کابل با حریفان خود دچار جنگ و جدال بود میران هزاره بالعموم هم نوا و معاید او بودند تیمور خانوف علاوه می کند که پس از به دست گرفتن قدرت و امارت امیر عبدالرحمن میران هزاره های غزنی، جاغوری، شیخ علی، بهسود، مالستان و دایزنگی از متحدین امیر کابل شمرده می شدند. یادداشت از کتاب سوسیالیزم و جنگ، مجموعه مقالات، جلد 26 نوشته لنین رهبری شوروی سابق. اما سیاست امیر عبدالرحمن و نیتهای شومی و علیه هزاره ها چیزی دیگر بود. عبدالرحمن برنامه نابودی هزاره ها را در سر داشت. و به همین علت بود که بالای هزارهایی که متحد او بودن مالیات سنگین را وضع نمود که برای مردم هزارها غیر قابل تحمل و بیشتر از توان آنها بود تیمور خانوف طبق اسناد تاریخی گرفته شده از سراج تواریخ و کتاب آرشیف مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سابق می نویسد که در اواخر دهه هشتم قرن 19 مالیات فوق العاده افزایش یافت و هر فامیل هزار مکلف گردید که مالیات و فدیه بپردازد که برای جمع آوری مالیات از زمینداران هزاره ساحه زمین آنها اندازه گیری گردید و برای جمع آوری مالیات از مالداران شمار حیوانات آنها تعیین و ثبت کردید مالیات زمین چنان بالا رفت که نصف تمام حاصلات زراعتی به نام مالیه گرفته می شد و مالیات باغداران به شکل تنابانه جمع آوری می شد مالی که هر یک از گله ها مکلف به پرداخت مالیات ثابت بودند و مقدار آن مربوط به کمی و زیادی تعداد حیوانات گلن نبود علاوه بر اینها هر فرد هزاره بدون در نظر داشت جنسیت یعنی مرد و زن و عمر یعنی کودک و پیر مجبور ساخته شدند که همه یک قران پول نقره به عنوان مالیات سرانه به خزانه دولت امیر بپردازند و از هر خانه نیز مقدار دوازده تا سیزده تنگه حدود سه چهارم روپی عغز میگردید تیمور خانف علاوه می کند که علاوه بر تمام اینها یک مقدار پول دیگر به نام مالیات برای نوکری یعنی تأمین معیشت سربازان گرفته میشد که در حدود 20 تنگه یا یک و یک چهارم روپیه از هر خانه گرفته می شد. تیمور خانوف تاریخ ملی هزاره به استناد از کتاب آرشیو مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بخش تاریخی نظامی قسمت افغانستان. هموطنان گرامی همچنین تاریخ ملی هزاره علاقه می کند که سربازان هزاره که در لشکر امیر عبدالرحمن در جنگ بودن هیچ نوع حق و زحمه و موز و پاداش از غنایم جنگی برایشان داده نمی شد و سربازی آنها به نام مالیات خون به حساب می رفت. استاد بسیر احمد دولت آبادی به نقل سراج و تواریخ در کتاب هزاره ها از قتل عام تا احیای هویت می نویسد که روز جمشید خان دوست نفر از مردم زردک و مردمان ایکا و شیرداغ را که رعیت و پشتیبانی حکومت بودن به رسم ایلجاری با خود در اردوی پادشاهی آورد اما فرهاد خان فرمانده امیر جمشید خان را ناسزا گفت و پنجاه و تن از این جمع را به قراری که خودش ادعا کرده بکشت این برخورد گرچند برای هزارها سخت تمام شد ولی چیزی نگفتند طبق این مشاهدات مشخص می شود که امیر کابل قصد نابودی هزارها را داشت و برای او و فرمانده ها للشکرش هزاره یاغی و هزاره رعیت همسان بود در حالی که در هیچ قانون دنیا نیست که سرا را بکشن چه رسد به مردم رعیتی که با همکاری حکومت آمده و بدون کدام جرم به دست فران و به دخصور مخفیانه امیر کابل قتل عام شوند در دوران جنگ علیه هزارها امیر عبدالرحمن چنان خسمانه و ددمنشانه با مردم هزاره برخورد نمود که تیمور خانوف در کتاب تاریخ ملی هزاره به نقل از محمد یوسف ریاضی حروی از کتاب کلیات ریاضی می نویسد که بعد از تسخیر ارزگان کشتار شورشیان توسط قوای دولتی آغاز گردید خانه های هزاره ها را به آتش می کشیدن و اموالشان را به غارت می نه فقط مردان را به قتل می رسندن بلکه زنان و کودکان نیز سر بریده می شدند صفحه 260 کلیات ریاضی اثر محمد یوسف ریاضی هروی هر منبع علاوه می کند که زنان و دختران اسیر شده از شهر ارزگان به کابل، هرات و قندهار برده شدند و به پایین ترین قیمت به فروش می رسیدن و بدین این وسیله به برده تبدیل می شدن آرشفی سیاست خارجی روسیه بخش آسیای مرکزی هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز این گوشه از جنایت ها و نمونه ای از جبر امیر عبدالرحمن علیه ملیت های ساکن در افغانستان به ویژه ملیت هزاره بود که به طور مختصر خدمتتان بیان داشتم شاید در ذهن شنوندگان و هموطنان عزیز ما که اطلاعات کافی از تاریخ ندارن این پرسش مطرح شود که چرا هزاره ها و اقوام دیگر علیه حکومت امیر عبدالرحمن قیام کردند؟ در قسمت بعدی دلایل قیامهای های سرتاسری سرکوب آنها توسط لشکر امیر و سرنوشت هزارها بعد از جنگ را مفصلتر خدمت تاین بیان خواهیم کرد درود بر روح شهدای سرزمین و مردم رنج دیده ما تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگارتان